حمله گروه طالبان به قرارگاه ارتش در قندهار، فرمانده قطعه سرخ و 40 جنگجوی طالبان کشته شدند. با نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. حمله گروه طالبان به قرارگاه ارتش در ولایت قندهار، فرمانده قطعه سرخ و 40 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. 8 صبح قندهار. منابع در ولایت قندهار از حمله تهاجمی گروه طالبان بر قرارگاه ارتش در ولسوالی شاولیکوت خبر دادند. یک منبع امنیتی روز یک شنبه 23 سنبله سال 1399 بر روزنامه 8 صبح گفته است که در حمله گروه طالبان بر قرارگاه ارتش در ساحه زنگتان از مربوطات ولسوالی شاولیکوت 6 نیروی امنیتی کشته و 6 عضو دیگر ارتش زخمی شدند. این رویداد شامگاه روز شنبه 22 سنبله رخ داده است و طبق معلومات منبع در این درگیری با گروه طالبان تلفات زیادی وارد شده است. در این رویداد ملا احمد از فرماندهان قطعه سرخ گروه طالبان و 40 جنگجوی این گروه کشته شدند. این منبع تصریح کرد که نیروهای دولتی از سازماندهی این حمله آگاهی داشتند و جنگجویان گروه طالبان را در جریان این درگیری زیر حملات هوایی و زمینی قرار دادند. گفتنی است که این درگیری چندین ساعت ادامه یافت و اجساد جنگجویان کشته شدگان گروه طالبان نیز در محل رویداد باقی مانده است. گروه طالبان اما تا کنون در مورد این رویداد چیزی نگفتند. این درگیری در حال رخ می دهد که هیئت مذاکره کننده دولت و گروه طالبان همکنون در قطر مصروف گفتگوهای صلح اند. هیئت دولت بر پایان خشونت ها در کشور تاکید دارد و برقراری آتش بس را اولویت حکومت در آجندای گفتگوهای بین الافغانی می دانند. طالبان نیز تایید کردند که مبتنی بر توافق نامه صلح ایالات متحده امریکا و گروه طالبان در دوحه، آتش بس بخشی از موضوعات مورد بحث در آجندای مذاکرات است. اما اینکه در چه مقطع پیرامون آن صحبت خواهد شد چیزی نمی گویند. و این در حال است که دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با نمایندگان ویژه پاکستان، نروژ، ازبکستان و آلمان در قطر دیدار کرد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حاشیه نشست افتتاحیه اولین مذاکرات مستقیم دولت و طالبان در قطر با نمایندگان ویژه آلمان، پاکستان، نروژ برای افغانستان و فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرده است. محور این دیدارها روند صلح و ادامه مذاکرات مستقیم بین دولت و طالبان و موضوعات احتمالی مورد بحث در این مذاکرات بوده است. مارکس پوتزل نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان آمادگی کشورش را برای میزبانی دور بعدی گفتگوهای مذاکرات صلح اعلام کرده است. طبق اعلام سپیدار، در دیدار عبدالله با عصمت الله ارگاشف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان روی اجماع منطقه‌ای برای صلح بحث شده است. عبدالله در دیدار با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که نقش کشورهای همسایه و اجماع منطقه‌ای برای دست یافتن به صلح در افغانستان مهم است. طبق اعلام سپیدار، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان آغاز مذاکرات را یک تحول مثبت و تاریخی خوانده است و گفته است که کشورش از روند صلح حمایت می‌کند. پیرالبرت التساس نماینده ویژه نروژ برای افغانستان نیز در دیدار با عبدالله برای میزبانی از مذاکرات صلح و حمایت از این روند اعلام آمادگی کرده است. نشست افتتاحیه اولین مذاکرات مستقیم بین دولت و طالبان روز شنبه 22 سنبله سال 1399 در قطر برگزار شد.
در پایان نشست گروه های تماس از میان هیئت دولت و طالبان برای تهیه آجندای مذاکرات تشکیل شده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.